48 قانون قدرت رابرت گرین مترجم فاطمه باقستانی قانون 21 برای فریب دادن آدم های احمق احمقان رفتار کنید داوری هیچ کس دوست ندارد از دیگری احمقتر تر به نظر برسد پس کاری کنید که طرف مقابل احساس کند باهوش و حتی باهوشتر از شماست وقتی این کار را کردید و او نیز از این بابت خیالش راحت شد بیشک راحت تر می توانید انگیزه های پنهانی را که در سر دارید عملی کنید. رعایت قانون در زمستان 1872 آبزری هارپندینگ سرمایه دار آمریکایی هنگام بازدید از لندن از منبعی موثق یعنی ویلیام رالستون مالک بانک کالیفرنیا تلگرافی دریافت کرد در این پیام نوشته شده بود که معدن الماسی در غرب آمریکا کشف شده است اما هارپندین که اخیرا معادن بزرگ الماس را در آفریقای جنوبی کشف کرده بود این پیام را یک شوخی قلم داد کرد وقتی اولین گزارش ها مبنی بر کشف معدن طلا در غرب آمریکا منتشر شد همه بدبین بودند اما کشف معدن درست از آب درآمد هارپندینگ تلگراف را به سرمایه دار دیگری به نام بارون راتشیلد که همکارش نیز بود نشان داد و گفت باید شوخی باشه اما بارون نظر دیگری داشت او گفت خیلی مطمئن نباش آمریکا کشور بسیار بزرگی است و بارها جهانیان را قافل گیر کرده است شاید ذخایر دیگری داشته باشد هارپندینگ بیدرنگ با اولین کشتی به ایالات متحده برگشت هنگامی که هارپندینگ به سان فرانسیسکو بازگشت همان شور و هیجان اواخر دهه 1840 مربوط به معدن طلا دوباره احساس میشد. دو معدنچی به نام فیلیپ آرنولد و جان کسانی بودند که معدن الماس را کشف کرده بودند. آنها محل اصلی معدن در ویومینگ را فاش نکردند اما چندین هفته قبل یک کارشناس معدن را از مسیری بیراهه و پرپیچ و خم به آنجا بردند تا محل دقیق آن را بفهمند وقتی به آنجا رسیدن معدنچیان از دل زمین الماس بیرون آورده بودند و کارشناس در راه بازگشت به سان فرانسیسکو چند قطعه از الماس ها را به جواهر سازان گوناگون نشان داده بود و یکی از آنها ارزششان را یک میلیون دلار تخمین زده بود. هارپندینگ و رالستون از آرنولد و اسلاک خواستند تا با آنها به نیویورک بروند و در آنجا جواهرشناس معروف چارلز تیفانی ارزش واقعی جواهرات را تخمین بزند. مدنچیان که متوجه شده بودند کاسه زیر نیم کاسه است با خود فکر کرده بودند چطور می توانند به این دو بریب کار شهری اعتماد کنند. اصلا اگر تیفانی و سرمایه داران تمام معدن را از چنگ آنها در می آوردن، چه اتفاقی می افتاد؟ رالستون صد هزار دلار به آنها پیشنهاد داد تا شاید کمی از ترس آنها کم شود. او قول داد که سی صد هزار دلار دیگر را نزد شخص سومی به امانت میگذارد تا اگر معامله انجام شد آن را نیز به آنها پرداخت کند. مدنچی ها هم پذیرفتند. این گروه کوچک به نیویورک سفر کرد. قرار بود در کاخ ساموئل ال بارلو جلسه ملاقاتی تشکیل شود و در آن اشراف زادگان معروف شهر فرمانده جورج برینتون مکللان فرمانده جنگ داخلی فرمانده بنجامین باتلر هوراس گریلی سردبیر روزنامه نیویورک تریبون هارپندینگ رالسون و تیفانی حضور داشته باشند تنها افراد غایب در این جلسه اسلاک و آرنولد بودند آنها تصمیم گرفته بودند که مانند گردشگران به بازدید از جاهای دیدنی بروند وقتی تیفانی اعلام کرد جواهرات اصل است و ثروتی ارزشمند محسوب می شود سرمایه داران هیجان زده شدند رالستون و هارپندینگ پس از آن به سرمایه داران تلگراف زده بودند تا از آنها برای مشارکت در سرمایه گذاری دعوت کنند در این حال به معدن یاب ها گفته بودند که میخواهند یک آزمایش دیگر نیز انجام دهند. آنها اصرار داشتند اسلاک و آرنولد همراه دیگر کارشناسان به محل معدن بروند تا ارزیابی خوبی از این ثروت عظیم به دست آورند معدن ها با اکراه پذیرفتند اما گفتند که قبل از آن باید به سان فرانسیسکو برگردند آنها جواهراتی را که تیفانی بررسی کرده بود برای اطمینان نزد هارپندینگ گذاشتند چند هفته بعد کارشناس معدنی به نام لوئیس جنین که بهترین کارشناس معدن کشور بود معدنیاب ها را در سان فرانسیسکو ملاقات کرد. جنین ذاتن بدبین بود. او اراده کرده بود تا مطمئن شود که معدن جلی نیست. هارپندینگ و چند سرمایه داره علاقه مند دا دیگر جنین را همراهی می کردن. معدن مثل قبل تیم بررسی را از مسیری صعب العبور به محل معدن بردن به طوری که آنها گیت شدن حدودا کجا هستند. وقتی به محل معدن رسیدن سرمایه داران حیرت زده به منظره مینگریستند. همینطور که جنین منطقه را کند و کاف می کرد آنها تپه ها را صاف می تخت سنگ ها را بر و جواهراتی چون زمرد سبز یاقود و یاقود کبود می حفاری هشت روز طول کشید و در پایان جنین به سرمایه گذاران گفت که آنها صاحب ثروتمندترین معدن در تاریخ آمریکا هستند او اینطور برنامه ریزی کرد صد نیرو و ماشین آلات مناسب را خریداری می کنم شما نیز به ازای هر سی سال الماسی به ارزش یک میلیون دلار از معدن استخراج می کنید. چند روز بعد در بازگشت به سان فرانسیسکو رالستون و هارپندینگ به سرعت دست به کار شدند تا با سرمایه 10 میلیون دلار شرکت سرمایه گذاران خصوصی را تشکیل دهند. اما قبل از هر چیز میبایست از شر آرنولد و اسلاک خلاص میشدن. به همین منظور باید هیجانشان را پنهان میکردن زیرا نمیخواستند ارزش واقعی معدن را به آنها بگویند. آنها به معدنچی ها گفتند هنوز حرف جنین را باور ندارند و شاید معدن به آن اندازه که همه فکر می کنند غنی نباشد. این رفتار خشم معدن ها را در پی داشت. سپس سرمایه داران روش دیگری را امتحان کردند. آنها به معدنچیان گفتند که اگر به شراکت در معدن اصرار ورزند ممکن است سرمایه داران کلاش سرشان را کلاه بگذارند و در نهایت 700 هزار دلار که در آن زمان مبلغ بسیار زیادی بود به آن دو پیشنهاد دادند. مدن یاب ها پذیرفتن آن مبلغ را بگیرند و در عوض قرارداد اعطای حق بهره برداری معدن را امضا کنند و نقشه آنجا را به آنها بدهند. اخبار معدن مانند برق و باد در همه جا پیچید و معدنچیان به سوی منطقه ویومینگ گسیل شدند. در این حال هارپندینگ و گروهش میلیون ها دلاری را که از سرمایه گذارانشان جمع کرده بودند برای خرید تجهیزات استخدام بهترین افراد حوزه تجارت تجهیز دفاتر شیک در نیویورک و سان فرانسیسکو خرج کردند آنها چند هفته بعد در اولین سفرشان به منطقه به یک واقعیت تلخ پی بردند حتی یک الماس یا یاقوت هم برای یافتن نبود همه ای آنها ساختگی بود. آنها نابود شده. هارپندینگ ناخواسته کاری کرده بود که پای ثروتمندترین مرد جهان به بزرگترین کلاهبرداری قرن کشیده شود. آرنولد و اسلاک فریبکاری خود را با توسل به یک مهندس دروغین یا رشوه به تیفانی انجام ندادند. این کارشناسان واقعی بودند و به وجود معدن و ارزش جواهرات اطمینان داشتند. آنچه موجب فریب کارشناسان و سرمایه داران شد خود آرنولد و اسلاک بودند آنها آنقدر سادلوه و احمق به نظر می رسیدن که هیچ کس حتی لحظه شک نکرد که آن دو نفر بتوانند نقشه جسورانه در سر داشته باشند. معدنیابها ها از یک قانون بهره بردن و آن اینکه احمقتر از طعمه تان به نظر برسید. منطق کلاهبرداری بسیار ساده بود آرنولد و اسلاک ماها پیش از آن که کشف معدن جواهر را اعلام کنند به اروپا سفر کردند و در آنجا با بخشی از پسانداز درآمد کارگری خود در معدن طلا مقداری جواهرات واقعی خریدند سپس معدن را با این جواهرات پر کردند اینها همان جواهراتی بودند که اولین کارشناس از دل زمین بیرون کشید و به سان آورد جواهرشناسانی از جمله تیفانی که این سنگ ها را ارزیابی میکردند جوگیر شدند و ارزش آنها را بالا تخمین زدند وقتی رالستون به معدنیابها صد هزار دلار دیگر داد تا خیالشان راحت شود آنها بلافاصله پس از سفر به نیویورک به آمستردام رفتند و کیسههایی از جواهرات تراش نخورده خریدند و به سانفرانسیسکو برگشتند آنها برای بار دوم معدن را پر کردند به طوری که میشد جواهرات بسیار بیشتری از دل زمین پیدا کرد اما عامل اصلی در پیروزی آنها این بود که هر دو نقششان را عالی بازی کردند و در سفر به نیویورک وقتی با میلیون ها سرمایه داره با نفوذ معاشرت کردند تصویر یک روستایی را از خود ارائه دادند آنها کت و شلوارهایی یک سایز کوچکتر از خودشان پوشیدن و هرچه را در شهر بزرگ نیویورک میدیدند با تعجب نگاه میکردند هیچکس باورش نمیشد این سادهلوهای روستایی بتوانند بیپرواترین داران آن روزگار را فریب دهند آنها توانستند با همین حوش هوش موفقترین تاجران جهان را زیر سوال برند در نهایت نیز اعتبار هارپندینگ برای همیشه برباد رفت. راتشیلت هم درس و عبرت گرفت و دیگر هرگز در دام کلاه برداری نیفتاد. آرنولد و اسلاک پس از آن که پولشان را گرفتن از نظرها ناپدید شدند و دیگر هرگز کسی دستش به آنها نرسید. آرنولد راحت به خانهش در کنتاکی رفت زیرا فروش حق بهرهبرداری برداری آن معدن قانونی بود. خریداران قبل از این تصمیم از مشورت بهترین کارشناسان بهره بردن پس اگر الماس معدن تمام شد مشکل آنها بود آرنولد هم از آن پول برای توسعه مزرعهاش استفاده و بانک خود را راهاندازی کرد کلیدهای قدرت اینکه کسی از ما باهوشتر باشد تقریبا تحمل ناپذیر است در مواجهه با چنین افرادی معمولا میکوشیم از راههای گوناگون آن را توجیه کنیم خیلی وقتا می گویم او فقط از راه کتاب خواندن کسب علم کرده اما دانش من واقعی است. پدر و مادرش کلی پول خرج کردند تا او تحصیلات خوبی داشته باشد. اگر پدر و مادر من هم چنین پولی داشتن، اگر من هم از چنین امتیازاتی برخوردار بودم، از او بهتر می شدم. آنقدرها هم که فکر می کند باهوش نیست. او فقط در فلان زمینه خاص باهوش است اما هوش عمومی من از او بیشتر است نمونهش انیشتن او خارج از دنیای فیزیک یک احمق واقعی بود همانطور که میبینیم عامل هوش در غرور افراد نقشی بسیار مهم دارد پس بهتر از هرگز قدرت ذهنی کسی را تحقیر یا انکار نکنید این کار اشتباهی نابخشودنی است اما اگر این اصل مهم را در زندگی به کار بگیرید درهای زیادی را به روی خود باز می کنید. افراد را مطمئن کنید که از شما باهوشتر هستند. حتی اگر بسیار نادان هستند می توانید با تعریف و تمجید از آنها این احساس را در آنها به وجود آورید که هوش فوق دارند تا به دام بیافتند و بدبینی آنها از بین برود. اتوفون بیسمارک مشاور پروس در سال 1865 از اتریش خواست تا معاهده ای را امضا کند. معاهده کاملا به نفع پروس و علیه منافع اتریش بود و بیسمارک باید نقشه می کشید تا اتریشی ها را قانع کند آن را بپذیرند اما مذاکره کننده اتریشی بسیار حریص بود. بازی مورد علاقه او کوینز بود و ادعا میکرد با دیدن نحوه بازی افراد در کوینز میتواند به شخصیت آنها پی ببرد. بیسمارک از همین ادعا استفاده کرد. یک شب قبل از شروع مذاکرات بیسمارک صادقانه با او کوینز بازی کرد. بیسمارک بعدها نوشت آخرین باری بود که کوینز بازی کردم. آنقدر بی احتیاط بازی کردم که همه ما تو مبهوت ماندن. چندین هزار تاله را از دست دادم اما موفق شدم فریبش دهم زیرا باور کرد من به راحتی شکست میخورم بیسمارک نه تنها بی خود را نشان داد بلکه نقش یک احمق تمام ایار را بازی کرد او در تایی بازی حرفهایی مسخره به زبان می آورد و با بی مدام به عمد اشتباه می کرد. همه این رفتارها باعث شد طرف اتریشی تصور کند اطلاعاتی ارزشمند به دست آورده است. او به این نتیجه رسید که بیسمارک پرخاشگر است زیرا اهالی پروس به چنین خصلتی مشهور بودند و نحوه بازی او نیز همین را ثابت می کرد. مشاور اتریش می دانست انسانهای پرخاشگر احمقانه و شتاب زده عمل می کنند. به همین دلیل هنگام امضای قرارداد طرف اتریشی مطمئن بود که بر بیسمارک برتری دارد و احمق سهل انگاری مثل بیسمارک قادر نیست بری دهد. بنابراین پیش از امضا نگاهی سرسری به معاهده انداخت اما متوجه قسمت جریمه نشد. سپس به محض آنکه جوهر قرارداد خشک شد بیسمارک که شادی در صورتش موج میزد گفت هرگز باور نداشتم بتوانم سیاست مداری اتریشی پیدا کنم که بخواهد این سند را امضا کند. زربون مسئله چینی میگوید برای کشتن ببر در لباس خوک ظاهر شوید. این ضربالمثل مسئل به یکی از روش های باستانی شکار اشاره می کند. در این روش شکارچی لباسی از پوست گاو می پوشید، پوزه خوک می گذاش و صدای خوک در می آورد. ببر قدرتمند تصور میکرد خوکی به سویش میآید و اجازه میداد تا به او نزدیک شود و بدون هیچ زحمتی دلی از اعذا درآورد اما شکارچی بود که در آخر خندان بود اگر با فردی روبرو هستید که مانند ببر خودخواه است و اعتماد به نفس بالایی دارد ظاهر شدن در لباس خوک بسیار نتیجه میدهد او هرچه بیشتر فکر کند شکار شما راحت تر است شما راحت تر می توانید اوضاع را به نفع خود تغییر دهید. اگر در عین بلند پروازی مقام پایینی دارید رعایت این اصل برایتان سودمند است. خود را از آن چه هستید کم هوشتر و حتی کمی احمق نشان دهید. این بهترین راهکار برای تغییر قیافه است. مانند خوک بی آزار به نظر برسید. در این صورت هیچ کس باور نخواهد کرد که آرزوهای خطرناک در سر دارید. حتی ممکن است رئیستان به شما ارتقای مقام دهد زیرا بسیار دوست داشتنی و مطیع به نظر می رسید. کلادیوس پیش از آن که امپراتور روم شود و شاهزاده فرانسه که بعدها لویی سیزدهم شد وقتی در تصاحب تخت پادشاهی به بالادستی هایشان مزنون شدن از این روش استفاده کردند. آنها به عنوان مردانی جوان و خام نقش آدم های احمق را بازی کردند و از این روش بهره بردند. پس از آنکه همه به حماقت آنها اطمینان یافتند با عملکرد قاطعانه و قدرتمندانه خود همه را قافل گیر کردند. اوش ویژگی بارزی است که باید آن را کم اهمیت جلوه داد. در این مواقع از سلیقه و مهارت خود بهره گیرید. کاری کنید که افراد احساس کنند از شما ماهرتر هستند و از حالت تدافعی نسبت به شما خارج شوند همان گونه که آرنولد و اسلاک به خوبی میدانستند ساده بودن شگفتی آفرین است آن دو کاری کردند که سرمایه داران پشت سرشان به آنها می اما کسی که در پایان ماجرا خندید سرمایه داران نبودند. پس همیشه کاری کنید تا دیگران بپذیرند از شما باهوشتر و پیچیده تر هستند. در این صورت آنها شما را کنار خودشان نگه می‌دارند چون حضور شما در آنها احساس خوبی ایجاد می کند. و هرچه مدت بیشتری در کنارشان باشید، فرصتهای بیشتری برای فریب دادنشان به دست می آورید. ساریق را تصور کنید زیرنویس کتاب ساریق یا ساریگ به گروهی از حیوانات کیسه گفته می شود که در قاره آمریکا یافت می شود. ساریق های ماده در شکم کیسه ای دارن که بچه های خود را در آن نگه می دارن. بازگشت به متن ساریق در تظاهر به مردن احمقانه عمل می کند طوری که بسیاری از درندگان آن را به حال خودش رها می کند. چه کسی باور می کند چون این موجود کوچک، زشت، کمهوش و عصبی بتواند این گونه فریبشان دهد؟ سخن بزرگان اصل حماقت را با مهارت کار گیرید. عاقلترین افراد از این ترفند بارها استفاده می کنند. گاهی بالاترین خردمندی در تظاهر به بیخبری و نادانی است. واقعا احمق نباشید اما بتوانید نقش یک احمق را بازی کنید. عاقل بودن در جمع احمق ها و سالم بودن در جمع دیوانه ها چندان خوشایند نیست. بهترین راه برای اینکه محبوب همه باشید آن است که پوستین احمقترین حیوانات را برتن کنید. بالتازار گراسیان استثنا اگر ماهیت واقعی هوشتان را فاش سازید سودی حاصلتان نمی شود. پس باید همیشه خود را بیهوش و حواس نشان دهید. بگذارید مردم در پایان داستان بفهمند که شما باهوشتر از چیزی هستید که به نظر می رسید. آن وقت فهم و شورتان بیش از پیش تحسین می شود. داشتن ظاهری هوشمند بسیار مهم است. اگر با نفوذ و دانا به نظر برسید، مردم حرفهایتان را باور می کنند و این مسئله در نجات شما از هر گونه مشکلی بسیار مفید است. جوزف دووین، فروشنده آثار هنری در شبنشینی سرمایه داران با نفوذ حضور داشت. این دوره همی در منزل بزرگترین سرمایه دار برگزار می شد که اتفاقا دوین به تازگی تابلوی نقاشی اثر دورر به قیمتی بالا به او فروخته بود. در میان مهمانان منتقد هنری جوانی هم که اهل فرانسه بود و بسیار با دانش و با اعتماد به نفس بود به نظر می رسید حاضر بود. دختر سرمایه دار که میخواست منتقد را تحت تاثیر قرار دهد تابلوی دورر را که هنوز آویزان نشده بود به او نشان داد. منتقد کمی آن را بررسی کرد. سپس گفت فکر نمی کنم این تابلوی دورر اصل باشه. سپس به دنبال دختر جوان راه افتاد که با عجله میرفت تا این حرف را به پدرش بگوید. سرمایه دار که عمیقا ناراحت شده بود برای آنکه دوباره خیالش راحت شود به دوین نگاه کرد. دوین خندید و گفت بسیار جالبه مرد جوان آیا دقت کرده ای دست کم 20 کارشناس هنری دیگر اروپا در این مجلس حضور دارند که تاکید کردن نقاشی اصل نیست؟ عجیب این است که شمایی که تحصیل کرده و به روز هستید نیست دوچار همان اشتباه شده اید. لحن مطمئنی که در کلام دوین وجود داشت مرد فرانسوی را ترساند و او بابت اشتباهش عذرخواهی کرد. دووین میدانست بازار پر از آثار جعلی است که به اشتباه به استادان قدیمی نسبت داده میشد او تمام تلاشش را میکرد تا فرق بین اصل و جعلی را تشخیص دهد اما به دلیل اشتیاقش به فروش اغلب بیش از حد از یک اثر تعریف میکرد تنها موضوع مهم از نظر او این بود که خریدار باور کند اثر دورر را خریده است فضای قدرت و اطمینانی که دوین درباره خود ایجاد کرده بود همه را قانع می کرد که در این کار تخصص دارد. پس لازم است در صورت نیاز نقش استاد و کارشناس را ماهرانه بازی کنید.